سلام، با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 22 ماه سنباله سال 1392 هجری خورشیدی و 13 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها: حمله گروه از مهاجمان بر کنسولگری امریکا در هرات، دیدار رئیسان جمهور افغانستان ایران در حاشیه نشست شانگهای، آمادگی مسکو برای همکاری در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان، هشدار امریکا به سوریه و آغاز روند دادن قرضه های دراز مدت از سوی بانک مرکزی. مشروع خبرها: گروه از مهاجمان انتحاری صبح امروز بر کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر هرات حمله کردند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که نخست دو انتحار کننده سوار بر دو موتر مواد انفجاری همراهشان را در برابر در کنسولگری آمریکا در شهر هرات منفجر ساختند و پس از آن پنج انتحار کننده مجهز با جنگ‌افزارهای سبک و سنگین بر ساختمان نهاد حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی ولایت هرات، سه مهاجم در دروازه دوم کنسولگری آمریکا از سوی نیروهای امنیتی از پا درآمدند و دو مهاجم دیگر مواد انفجاری همراهشان را منفجر ساختند. گفته می شود در این رویداد دو ترجمان افغان و شش نگهبان این کنسولگری نیز کشته شدند. جاوید زیارتجاهی از هرات گزارش می دهد. حوالی ساعت 5:30 دقیقه بامداد، انتحار کنندگان یک موتر نوع تونس را که مملو از مواد انفجاری بود است در برابر دروازه کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شمال شهر هرات منفجر ساختند و لحظات پس یک موتر صرف را که پر از مواد انفجاری بود مستقیم به دروازه این نهاد کوبیدند. پس از آن پنج انتحار کننده به سوی ساختمان این نهاد هجوم بردند و با کارمندان امنیتی کنسولگری درگیر شدند. هنوز صبح زود است. با همین 10 دقیقه پیش یک انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را در برابر کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر هرات انفجار داد و اکنون گروهی از انتحار کنندگان که جنگ افزار نیز در دست دارند در تلاشند تا وارد کنسولگری آمریکا شوند. نخستین واحد امنیتی که به محل رویداد رسید نیروهای اردوی ملی و قطعه خاص این ولایت بودند و سپس درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی شدت گرفت. مسئولان رقم قربانیان این رویداد را این گونه ارائه می کنند: دو نفر شهید است و پنج نفر هم مجروح و مجروحینشان هم شدید نیستند. در کل به تعداد 20 نفر مجروح و یک واقعه فوتی از محل رویداد به شفاخانه همزفی ایران انتقال داده شده که وضعیت سیگی دو تن از مجروحین وخیم است. هم اکنون در بخش های مختلفه شفاخانه تحت مداوا قرار دارند و سایر مجروحین هم اکتاد از مکس به سلاح از طرف ناکر سایبان هم مجال رخصت شدند. انتحار کنندگان تلاش کردند وارد ساختمان کنسولگری شوند، اما آتش محافظان این نهاد از داخل و هجوم نیروهای امنیتی افغان از بیرون این نهاد باعث کشته شدن دو انتحار کننده گردید که خودشان را تا نزدیکی دروازه دومی ساختمان کنسولگری آمریکا رسانده بودند. اما دو تن دیگر این مهاجمان مواد انفجاری همراهشان را انفجار دادند و از بین رفتند. اما بیشتر چه کسانی در این رویداد آسیب دیدند و این انتحار کنندگان چگونه به این محل رسیدند؟ یک تعداد از هموطنان ما که در منازل خود استراحت بود در نزدیکی کنسولگری منازلشان بود در اثر ریزش شیشه های منازل که سطحی مجروح شدند. هیچ ما بعید نمیدانیم خانه امنی داشته با استفاده از تاریکی شب و خود نزدیک ساخته و بالاخره این عمل شدید و جنایتکارانه خود انجام دادند. پس از پایان درگیری نیروهای ویژه آمریکایی به محل رویداد آمدند و وارد کنسولگری شدند. دو چرخبال این نیروها هم در داخل این نهاد بر زمین نشستند و کارمندان کنسولگری را از این محل بیرون بردند. هرچند مسئولان امنیتی هرات میگویند که به هیچ یک از کارمندان این نهاد در این رویداد آسیبی نرسیده است. هر کسی که دی دست داره و این کارا را در افغانستان میکنه اونا بفهمند که اگر در اینجا ای آتش زیاد میشه با اینا هم میرسند. دیگه به اول لحاظ کوشش کنند که این کارا را نکنند به خاطر اینکه اینطور مواد و اینطور موتورا ای سطح یک افغانه بیچاره بالاست. شدت انفجارها به حدی قوی بودند که شیشه های ساختمان ها تا فاصله 1 کیلومتری شکستند. در همین حال طالبان با نشر خبرنامه
مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. پس از 3 روز جشن و پایکوبی در هرات برای قهرمانی تیم ملی فوتبال کشور در رقابت‌های جنوب آسیا، اکنون این رویداد باشندگان این ولایت را وحشت زده ساخته است. پیش از این هم کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شمال شهر هرات مورد هجوم هراس افکنان قرار گرفته بود، اما این نخستین بار است که گروهی از مهاجمان انتحاری بر این ساختمان هجوم می‌آورند. احمد جاوید زیارجاهی، طلوع نیوز، هرات. رئیس جمهور کرزی در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. در این دیدار هر دو طرف درباره گفتگوهای صلح حکومت افغانستان، توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن و مبارزه مشترک ایران و افغانستان با مواد مخدر گفتگو کردند. بر بنیاد یک خبرنامه ریاست جمهوری، در این دیدار رئیسان جمهور افغانستان و ایران روی گسترش همکاری های دو جانبه نیز تاکید ورزیدند. رئیس جمهور ایران در دیدارش با رئیس جمهور کرزی قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان را در رقابت‌های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا تبریک گفت. از سوی هم آقای روحانی امنیت در افغانستان را به سود ایران گفته است و تأکید کرده است که حکومتش خواهان تأمین امنیت و ثبات در افغانستان است. رئیس جمهور کرزی از رئیس جمهور ایران خواست است تا به مشکل پناهجویان افغان در آن کشور رسیدگی شود. از سوی دیگر روسیه آماده است تا حکومت افغانستان را در گفتگوهای صلح کمک کند. سفیر روسیه در کابل از گفتگوهای صلح حکومت افغانستان حمایت می کند و می گوید که این گفتگوها نباید محدود به دو طرف باشد، بل در هماهنگی با تمامی گروه‌های سیاسی افغانستان انجام شود. سفیر روسیه در کابل تاکید می ورزد که کشورش پس از سال 2014 میلادی کمک‌هایش را به افغانستان افزایش خواهد داد. کریم امینی گزارش می‌دهد. صلح آرزوی همیشگی هر افغان و گزینه درجه یک کابل برای پایان جنگ در کشور. مسکو هم باور دارد که یگانه گزینه برای تأمین امنیت و ثبات دائمی در افغانستان پیروزی گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح است. سفیر روسیه در افغانستان می‌گوید که کشورش آماده است کابل را در گفتگوهای صلح کمک کند. ما از روند گفتگوهای حکومت افغانستان به گونه کامل حمایت میکنیم. در صورتی که حکومت افغانستان از ما طلب کمک نماید، روسیه آماده است تا در این باره گفتگو کند، زیرا از نظر ما تنها راه پایان دادن به خشونت ها در افغانستان گفتگوهای صلح است. سفیر روسیه از نقش کشورش در افغانستان در سالهای بعد از 2014 نیز سخن میگوید. افزایش کمک های روسیه به افغانستان در سالهای پس از 2014 میلادی، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان و کمک به بخش‌های دیگر در افغانستان از موضوعات مهمی هستند که سفیر روسیه به آن اشاره می‌کند. روسیه دوست خوب و قدیمی افغانستان است. ما تنها کاری را که نمی کنیم فرستادن سرباز به افغانستان است. به جز این کار کشور من آماده است تا در هر بخش دیگر به افغانستان کمک کند و کمک های ما به افغانستان بعد از سال 2014 بیشتر از آن چه که است خواهد بود. کابل تبل صلح‌خواهیش را دیر است که به صدا درآورده است و در این روند کشورهای زیادی با کابل همسو شدند، اما در این همه سال مخالفان مسلح حکومت کوتاه نیامدند و هنوز هم بر موقفشان تاکید می‌ورزند. تا کنون بیش از 14 نامزد ریاست جمهوری و بیش از 400 نامزد شوراهای ولایتی بسته های اطلاعاتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از هیچ یک این نامزدان نام نمیبرد، اما میگوید که نامزدان به گونه انفرادی بسته های اطلاعاتی را به دست آوردند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارد بر روز ششم ماه میزان روند ثبت نام های رای دهندگان را در روستاهای کشور آغاز کند. صالح سادات گزارش می‌دهد. کمرنگ بودن حضور زنان در روند ثبت نام های رای دهندگان هنوز هم برای کمیسیون مستقل انتخابات نگران کننده است. از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است تا روند ثبت نام های رای دهندگان را در روستاهای کشور گسترش دهد. این روند که از روز ششم ماه میزان آغاز خواهد شد، گروه های سیار برای توزیع کارت های رایدهی تازه به تمامی روستاهای کشور خواهند رفت. خصوص
تسهیلات ایجازی چه دیدیلو پرستیم نمو چه دی قریه جاتو نا دی کلو نا ورسوالی مرکز سرالسی نبینان دی تاکن خلال کمیسون تصمیم بری کلان بری چه اشپاگم دی میزارم دی طول افغانستان که دی ورسوالی مرکزون چه دی قریه جاتو پسطح باری رکسی او هر خیل دی ورونه چه کار نداری حبیتا دی کار توزیع پرسه پرد. روند توزیع بسته های اطلاعاتی برای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از روز 18 ماه سنبله آغاز شده است. هرچند شماره از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بسته های اطلاعاتی را از این کمیسیون به دست آوردند، اما رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از این نامزدان نام نمی برد. د چلور سوونه زیات تر اوسه پورې د ولایتي شوراګانو لپاره ولایتي دفاتر ته مراجعه کړې ده او پکې چې ترلاسه کړې. قرار است ثبت نام های نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز 25 ماه سنبله آغاز شود و 20 روز ادامه خواهد داشت. با این همه تاکنون بیش از 1,016,000 تن ثبت نام کردند که از این میان بیش از 28% زنان هستند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با توجه به هدفی که بیشتر از 40% درباره حضور زنان در انتخابات تعیین شده است، رقم ثبت نام کنونی زنان با این هدف همخوانی ندارد. شمار از باشندگان پایتخت از افزایش دزدان موترسایکل سوار شکایت دارند. این باشندگان میگویند بیشتر این دزدان با جنگ افزار نیز مجهز هستند و پولهای مردم را به زور میگیرند. آنان از مسئولان امنیتی میخواهند تا برای جلوگیری از این کار اقدامات جدی روی دست گیرند. پلیس کابل از بازداشت شمار از یلگردان و ضبط موترسایکل های بدون اسناد سخن میزند. جاوید استانگزی گزارش میدهد. افزایش مردم آزاری و دزدی از سوی یلگردان موترسایکل سوار نگرانی شماری از باشندگان پایتخت را برانگیخته است. کاری که گفته می شود در افغانستان پیشینه ای نداشته است و از کشورهای همسایه به اینجا آورده شده است. موترسایکل ها فعلا یک مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. کیفای مردم هم میزنند که گیره مثلا مدل از پاکستان، از ایران، از اینجا برداشت کرده. در ساعات برچی در سرک عمومی اونجا موترسیکل والا همی کسایی که زیادتر ایرانی والا هست تعقیب میکنه و دیسکولایش میبره. اقدام نکردن برای جلوگیری گشت و گذار موترسایکل های غیر قانونی در کابل خطرناک پنداشته میشود. دستگیری های داریم که البته در بعض ساحات شهر کابل همی مردم ها را پولیس دستگیر کرده و مردانه کشفی و عدلی مرزی کرده. پیش از این گشت و گذار موترسایکل های بدون شماره برای یک مدت زیر پیگرد و کنترل سخت پلیس ترافیک در کابل قرار داشت. اما به تازگی دیده می شود که گشت و گذار موترسایکل های بدون شماره دوباره در این شهر افزایش یافته است. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای پیدا کردن راه حل به ذخایر جنگ‌افزارهای کیمیایی حکومت سوریه ناکام شوند، از گزینه نظامی کار گرفته خواهد شد. جان کری در دومین روز دیدار با همتای روسش در سوئیس توافق کرد که گفتگوها درباره ذخایر جنگ‌افزارهای کیمیایی حکومت بشار الاسد ادامه یابند. در همین حال رئیس جمهور روسیه بار دیگر غرب را از هر گونه مداخله نظامی در سوریه هشدار می‌دهد. تلاش‌های جهانی برای پیدا کردن راه حل به بحران کنونی در سوریه ادامه دارند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که به روز جمعه با وزیر خارجه روسیه و نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه در شهر ژنو دیدار کرد، میگوید که وی با سرگی لاوروف توافق کرده است تا در اواخر ماه روان میلادی درباره بحران سوریه در نیویورک بر میز گفتگو بنشینند. جان کری هشدار می‌دهد که در صورت ناکام شدن تلاش های دیپلماتیک درباره ذخایر جنگ افزارهای کیمیایی سوریه، کاخ سفید از گزینه نظامی در برابر حکومت بشار الاسد کار خواهد گرفت. در همین حال رئیس جمهور روسیه که به روز جمعه در نشست سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت قرقیزستان سخن می گفت، مداخله نظامی خارجی را در سوریه پذیرفتنی نمی داند. ولادیمیر پوتین از تصمیم حکومت سوریه برای پیوستن به پیمان منع جنگ افزارهای کیمیایی نیز
استقبال می کند. همزمان با این رئیس جمهور ایران نیز در این نشست بر حل بحران سوریه از راه گفتگو تاکید می ورزد. فاجعه انسانی سوریه تنها از مسیر سیاسی و گفتگو بین دولت سوریه و مخالفین سوری و بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است. همه طرف‌های ذی‌نفوذ باید مانند ایران برای تحقق چنین گفتگوی سازنده‌ای کمک کنند. افزون بر این که مقام‌های بلندپایه ایران و روسیه در نشست‌های منطقه‌ای و جهانی از حکومت بشار الاسد پشتیبانی می‌کنند، مسکو به روز جمعه یک کشتی جنگی دیگرش را نیز به حمایت از حکومت سوریه به سواحل سوریه فرستاد. هرچند حکومت بشار الاسد به پیشنهاد روسیه پذیرفته است که جنگ افزارهای کیمیاییش را زیر اداره جامعه جهانی قرار دهد، اما جنگجویان مخالف می‌گویند که با این کار کشتار در سوریه پایان نمی‌یابد. این جنگجویان می‌افزایند که حکومت بشار الاسد با کمک روسیه می‌خواهد وقت کشی نماید. با این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. عاملان تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در دهلی نو به اعدام محکوم شدند. این چهار تن به جرم تجاوز بر یک دختر 23 ساله و قتل وی در اواخر سال گذشته میلادی به اعدام محکوم شدند. نخستین فضاپیمای دست ساخت بشر از محدوده منظومه شمسی بیرون شد. سازمان ملی هوانوردی و کیهانشناسی امریکا یا ناسا می گوید که این فضاپیما که ویجر یک نام دارد 36 سال پیش به فضا پرتاب شده بود که اکنون نزدیک به 19 میلیارد کیلومتر با زمین فاصله دارد. این فضاپیمای ساخت ناسا با سرعت 45 کیلومتر در ثانیه راهی کشف چیزهای ناشناخته شده در فضا است. مهندسان ناسا امیدوارند ماشین‌های هسته‌ای این فضاپیما تا سال 2020 میلادی فعال بماند و اطلاعات سودمند را از فضای میان ستاره‌ها به زمین ارسال کند. کوتاه‌قدترین زن جهان برای شرکت دوباره در مراسم کتاب رکوردهای جهانی گینس از یکی از بلندترین ساختمان‌های جهان در شهر نیویورک دیدار کرد. این زن 19 ساله که از شهر ناگپور هند است 62.8 سانتیمتر قد دارد و نامش در کتاب ریکاردهای جهانی گینس ثبت شده است. این زن که جوتی آمک نام دارد نزدیک به 5 کیلوگرم وزن دارد. و این همچند خبر اقتصادی. بانک مرکزی روند دادن قرضه های دراز مدت را برای کارمندانش آغاز کرد. مسئولان این بانک یکی از هدف های این کار را ترویج قرضه دهی دراز مدت از سوی دیگر بانک های کشور می گویند. هدف دیگر این کار کمک به کارمندان بانک مرکزی برای خرید خانه گفته شده است. بانک مرکزی برای کارمندان پیشینه دارش در گرفتن قرضه های دراز مدت شرط های آسان تر گذاشته است. ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. مسئولان بانک مرکزی میگویند کارمندان این بانک برای خریدن خانه نیاز به قرضه داشته باشند. بر بنیاد قانون رهن که چند سال پیش تصویب شده است میتوانند قرضه های بدون سود به دست دارند. مسئولان این بانک میگویند کارمندان این بانک قرضه میگیرند در هر ماه مکلف هستند که یک بخش از قرضه ایشان را از حقوقشان بپردازند. این قرضایی که ما از بانک مرکزی و مامورین افغانستان بانک اعطا میکنیم ای به مامورین است که سابقه دارند، اینا نزد بانک هزینه تقاعدی دارند و قرضه که داده میشه قواله قرضه پیش بانک میمانه و تضمین و تا وقتی که در بانک هستن و پرداخت ماهانه قرضه خود تادیه میکنن و اگر کدام وقتی از بانک میرن بانک به اساس یک تفاهمی که با مامورین شده میتونه دوباره یا ملکیت خانه به دست بانک میباشد. از سوی مسئولان بانک مرکزی از بانک ها و نهادهای دیگر میخواهند تا برای ترویج قرضه های رهنی در کشور و بر بنیاد قانون رهن به کارمندانشان قرضه بدهند. و در سومین روز نمایشگاه فراورده های باقی کشور شمار از شرکت کنندگان توانستند قراردادهای ببندند. مسئولان شمار از شرکت های میوه های تازه میگویند قراردادهای فروش تا 40 تن سیب و انار را بستند و قرار است این میوه ها به زودی به امارات متحده عرب و تاجیکستان صادر شوند. در این باره هم ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد.
هرچند در سومین روز نمایشگاه فراورده های باغی و سبزی های تازه که در باغ بابور اندازی شده بود، بازار این نمایشگاه چندان گرم به نظر نمی خورد، اما شمار از اشتراک کنندگان این نمایشگاه از دستاوردهای سه روزه در این نمایشگاه سخن می گویند. دو تا تاجرایی که به بیرون صادر میکردن بر ما وعده کردن که به حدود 20 تن یا 30 تن ما میتونیم به این سال برتان و بیرون عرضه بکنیم. قرارداد داریم ما، قرارداد یا قرارداد اگرت 20 تن انار است داینده بخر برشان روان میکنیم. گفته نیست که نمایشگاه سه روزه فراورده های باغی و سبزی های تازه کشور به هدف بازاریابی این فراورده ها را اندازی شده بود. مسئولان اداره انکشاف صادرات میگویند قرار است در آینده نزدیک یک نمایشگاه دیگر نیز در خارج از کشور را اندازی شود. و بیننده های گرامی، برای ارائه رویدادهای ورزشی همکارم سمیر رسا اینجا در استدیو حضور یافته و مهمترین رویدادهای ورزشی را تقدیمتان خواهد کرد. آقای رسا، سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. صعود هفت بالایی تیم ملی فوتبال افغانستان در رده‌بندی فیفا با استقبال گرم هواداران فوتبال روبرو شد. در تازه‌ترین رده‌بندی فیفا، افغانستان با هفت پله صعود از پله 139 جهان به 132 صعود کرد و در رده‌بندی آسیا در مکان 19 قرار گرفت. در همین حال، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، روشن طوفان هررود 3-0 موچه آمو را شکست داد. صعود هفت پله‌ای تیم ملی فوتبال افغانستان در رده‌بندی فیفا با استقبال شمار زیاد از هواداران فوتبال روبرو شد. اما ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان امروز جای سوزن انداختن نبود. نزدیک به 6000 تماشاگر برای تماشای تیم‌های فوتبال طوفان هریرود و ماچای امو به ورزشگاه آمدند. در نیمه اول در چندین فرصتی که طوفان هررود به دست آورد، موفق شد یکی از این فرصت‌ها را با گل تبدیل کند. در دقیقه 21 حمیدالله کریمی نخستین گل این دیدار را برای طوفان هررود به ثمر رساند. رفیع الله بارکزی در نیمه دوم و در دقیقه 56 دومین گل طوفان هررود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در ادامه باز هم حمیدالله کریمی سومین گل طوفان هررود و دومین گلش را در دقیقه 84 به ثمر رساند تا این تیم بتواند 3-0 ماچای امو را شکست دهد. در این دیدار ماچای امو فرصت‌های زیاد گلزنی داشت، اما با وجود بازی زیبایی که با نمایش گذاشت نتوانست به گل برسد. در پایان رفیع الله بارکزی از طوفان هررود بهترین بازیکن میدان شناخته شد. شمار از باشندگان شهر مزار شریف با برپایی مراسم نظر و خیرات از برنده شدن تیم ملی فوتبال افغانستان ستایش کردند. این باشندگان شهر مزار شریف از حکومت می‌خواهند که ورزشکاران را از رهگذر مادی و معنوی مورد پشتیبانی قرار دهد و امکانات بیشتر را در دسترس آنان قرار دهد. اینها شمار از باشندگان دشت شور شهر مزار شریف هستند که برای ستایش از قهرمان شدن تیم ملی فوتبال کشور مراسم نظر و خیرات را برگزار کردند. آنان از دولت می‌خواهند که ورزشکاران را به گونه گسترده مورد تشویق قرار دهند. ما باید همیشه اینا را تشویق کنیم و همیشه برای ما کپ قهرمانی را برای ما بیاره و بیرق ما سربلند باشه. بازرگان ها سرمایه‌گذاری کنند در یارسا فوتبال شاید به حد برسد که ما در مسابقات اروپایی هم اشتراک کرده بتوانیم. تیم ملی فوتبال کشور با شکست تیم ملی فوتبال هند در مرحله نهایی رقابت‌های جنوب آسیا برای نخستین بار فاتح این رقابت‌ها شد. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 18. جلال آباد نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 25. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. برنامه های دیگر تلو نیوز و تلو را هم ببینید. خدا نگهدار.